جمشید هستم. مدت 14 ساله از ایران خارج شدم. در سال 2000 به آمریکا مهاجرت کردم و حدود 14 ساله در آمریکا زندگی میکنم. در خانوادم هم پدرم هم مادرم، برادرم، خواهرام صداشون خوب بود، ولی خب یه چیزی هست که میگن خوانندگی باید کمی رو داشته باشی. ما اون رو بیشتر داشتیم و من به کار خوانندگی و رو آوردم و در حال میبینیم که 50-60% یک زمینه کاری هنری رو باید اون کانفیدنس یا اعتماد به نفس رو داشته باشید که بتونید وارد کار هنری در هر کاری، الان کار خوانندگی باشه، کار هنرپیشگی باشه، هر زمینه ای که باشه، باید این احساس رو در خودتون داشته باشید که بیایید. اصلیت من اهل سنندج، شهر سنندج هستم، محله چهارباغ سنندج، کردستان ایران، و بچه آخر خانواده هستم، کوچکترین بچه خانواده هستم. تحصیلاتم رو پرسیدید. در رشته مهندسی راه ساختمان تحصیل کردم، عمران، و علاقه وافری دارم به کار اجرا ساختمان، و اون یه چیز دیگه هست، حسی دیگه هم هست که سوال کردید، و همه چی رو در پروژه و در احساس و در درست کردن و بنا میبینم در خودم، در هر کاری که انجام میدم، و بیشتر خب کار هنریم واسم خیلی مهمتره، چون احساسش با خودم، با قلبم، با وجودم در ارتباطه. خوانندگی رو از زمانی که در دوران دبیرستان بودم، در شهر سنندج بودم، با چند تا از دوستام، هم کلاسام که بودن، یکی از دوستام پیانو میزد و هیچ موقع با ساز نخونده بودم. همیشه تو مدرسه، تو کلاس، تو خونه خونده بودم، ولی هیچ موقع صدامو با ساز امتحان نکرده بودم، یعنی بتونم بخونم. با یکی از دوستان پیانو میزد و من یه بار رفتیم پیانو رو گوش دادیم و شروع کردیم به خوندن. از اونجا باعث شد که من با چند تا از دوستای دیگه هم در یک کلوپی شروع به کار خوانندگی بکنم. من به عنوان تک خواننده انتخاب شدم. چند تا داستان بسیار و خاطرات بسیار خوبی از اون زمان دارم که از دوستام در هر کجای ایران که هستن و در شهرمون سنندج هستن، من از اینجا سلام میرسونم بهشون و یادش بخیر اون دوران خوب و که واقعا چقدر زودم تموم شد. از اونجا شروع کردم و باعث زیربنایی شد واسه این من که بتونم برم دنبال کار موزیک. پایه موزیک رو از موزیک سنتی شروع کردم. احساس داشتم که برم تو ردیفا و گوشه ها و کلام موزیک رو یاد بگیرم، که خود به خود منو کشوند و در این مدرسه که الان هم ادامه داره منو کشوند که بتونم یاد بگیرم. و بعد از اون در با همون گروه ما در رادیو سنندج شروع به کار هنری کردیم و چند تا کار سنتی و عرفانی رو ما ضبط کردیم اونجا. متأهل هستم، ازدواج کردم و صاحب بچه هستم. یک پسر 2.5 ساله دارم، اسمش دیلانه، خیلی هم دوست داشتنی و خیلی هم دوستش دارم. و با اومدن زندگی خانوادگی داستان دیگه در زندگیم اتفاق افتاد و این پله های زندگی رو که شما طی می‌کنید همه شامل انرژی و تجربه و استعداد و خودشناسی میشه. من میتونم بگم خواننده پاپ کلاسیک سنتی،
چون در کار هنری رو و کار خوندن رو به هر صورتی شما یه تجربه است، صداتون رو در قالبی میذارید که بتونید کجا صداتون خوب بهتر جواب میده، کجا استعداد صداتون بیشتره. ولی از نظر کلام شما پایی موزیک ما که ایرانی هستیم و داریم کار موزیک رو انجام میدیم، باید شما شرط اساسی موزیک کلاسیک یا سنتی رو داشته باشید و بکراندی داشته باشید از کلام، از نوع کلماتی که میتونید ادا کنید، که این ادا کردنش مثل کلاس الفبا یا کلاس اول دوم مدرسه است که شما از اونجا یاد میگیرید چطور بخونید. و موزیک پاپ زمینه سازی است که موزیک سنتی رو میتونید، واسه کسی که موزیک سنتی بکران داشته باشه خیلی راحت تر میتونه تو موزیک پاپ ادامه داشته باشه، کارش رو ادامه بده. خودم رو پاپ سنتی میدونم، یعنی هم میتونم پاپ بخونم هم سنتی انجام بدم. در زمینه یه کار موزیک کردی سوال کردید ازم. خب در هر سیدیم، در هر آلبومم من یک آهنگ کردی کار کردم روش و تهیه کردم و انشالله در آینده کلن یک آلبوم کامل کردی رو با لهجه های مختلف که دارم کار میکنم روش و تهیه میکنم ارائه میدم. ولی خودمو چون به خاطر اینکه زبون مادریم کردیه و دوستام، همشهریام، کسایی که همزبونام ازن میخوان و باید ادامه بدم و دل اونا رو به دست بیارم و خیلی دوست دارم تو اون زمینم بیشتر کار کنم، اگه عمری باشه و اگه انرژی باشه بیشتر روش میتونم کار کنم و بیشتر کارای قشنگی رو تهیه کنم. اگه ببینن تو کارم، کار خوانندگی و کار بیزنس، خب کار خوانندگی احساس وجودیمه، کار خوانندگی رو بیشتر نمیتونم یه کار دیگر رو انتخاب کنم، ولی دو طرف باید شامل هم باشه، یعنی ساپورت هم باشن. و من از بچگی جوری بزرگ شدم که بیشتر اکتفام به خودم باشه و به وجود خودم باشه و بیشتر رو پای خودم وایسم و این خوانندگی، این موزیک کودک درونمه که این کودک درون رو همیشه یه جوری خودم بیشتر محافظتش کنم. ولی به هر صورت دو طرف، دو نوع کار رو من علاقه دارم و دوست دارم. نه خیلی دوست دارم، انتقاداتو خیلی دوست دارم. انتقاد باعث پیشرفته، یعنی شما اگه انتقادی نباشه نمیدونید کجای کارت میلنگه، کجا اشکال داری، مشکلات دست کجاست و خودتو درست کنی. انتقاد پذیریم. بله با موزیک اصیل بزرگ شدم، با موزیک سنتی بزرگ شدم و خیلی علاقه دارم بیشتر گلها رو، موزیک گلها رو، آهنگ گلها رو خیلی دوست دارم. و خانواده الان با خانواده‌ام زندگی میکنم و خدا نصیب کرده کمی نزدیکترم شدم، خانواده‌ام از ایران رو بیشتر میبینم و هم خانواده خودم، زن و بچه‌ام که هستن پیشم، و از ایرانم که عزیزانم رو میبینم خیلی سریع و زود. خیلی تأثیری که تالو صدای خواننده، هر صدایی که قشنگ باشه، چه خواننده باشه اسمش، چه یک آدم عادی، تأثیر میذاره. بارها بوده یه جایی بودم که یه صدای اومده، صدای کیه، چقدر ناز میخونه، چرا خواننده به اون صورت نیست، خواننده فقط رو داره که بیاد بخونه. خیلی هستن دوست ندارن بخونن ولی صدای قشنگی دارن، یا آموزش پیدا کنن اگه بیان تو استودیو، نه احتیاج به آتوتون دارن، نه احتیاج به این کامپیوتر و این چیزای پلاگین و این مسائل رو دارن، راحت میخونن. حس عاشقی، بهترین حسی که داشتم حس عاشقی آلبوم جدیدمه.
ولی حس عاشقی بهترین و زیباترین عشقیه که خدا کنه نصیب همه بکنه. اول کار ساپورت، فقط ساپورت خودم بود، اون عشق و احساس و اون چیزی که داشتم، اعتماد به نفسی که داشتم بود در واقع، چون من خب خارج از کشور کار موزیکو شروع کردم، کسی دورم نبود، خانواده که دور بودن ازم، فقط تلفنی میتونستم باشون ارتباط داشته باشم، ولی ساپورتی که داشتم ساپورت خودم بود، دوستایی هم که کنارم بودن، اونایی که کمکم کردن، چه موزیسین، چه آهنگساز، چه ویدئوساز، اینا کسایی بودن که این تیمی که اینجا بودیم تونستیم با هم کار کنیم در لس آنجلس. عکس سی دی برادر، عکس سی دی دیگه داستانی نمونده واسش. یک زمانی بود که ما حدود 2-3 هفته فقط وقتی آلبوم تموم میشد، یک ماه فقط دنبال عکس گرفتن و دیزاین آلبوم و دیزاین رو جلد سی دی بودیم، ولی الان دیگه سی دی معنی نداره و دیگه فروشی نداره در واقع، همش شده اینترنتی و یه عکسی بگیری و بذاری روش. ولی خود من خاطرات بسیار خوبی دارم از اون زمانی که دوست داشتم عکسم رو سی دی بیاد که تموم شد. به نظر من پدر پاپ موزیک ایرانی اگه حساب کنیم پدر باشه، خدا بیامرز، جناب آقای ویگن عزیز بودن. خب سعی میکنم من کسی چیزی که پخش میشه و تأسف انگیزه که میگید شما خیلی بده پخش میشه گوش ندم، یعنی ولی واقعیت تأسفی هست، چون باید یه چیزی باشه حداقل. اینا خود تلویزیون ها هست که یه فیلتری، یه داستانی داشته باشن که فقط به تصویر نگاه نکنن، حداقل به پروداکشن، به صدا، به این مسائل نگاه کنن که کسی که وارد میشه تو کار حداقل از یه فیلتر عبور کنه تو مجرای اون تلویزیون یا اون جایی که هست، یه تلویزیونی و یه پروداکشنی اونجا هست و یه کسی از یه شورایی داشته باشه که اینا بیان، چون این باعث میشه خب موزیک رو کم رنگ کنه و گوش مردم و به شخصیت و به چیز مردم توهین بشه در واقع. اگه این باشه که خیلی خوبه، این سدی باشه، یه فیلتری باشه، خیلی به حدود شاید 50 تا آهنگ خونده باشم، نمیتونم بگم کدوم یکی از این آهنگا موفق تر، میتونم از نظر اینکه بهتر گرفته یا حس میکنی، ولی به هر صورت هر کدومشون یه خاطره است واسه منه، بگم اون خوبه اون بده، هر کدوم یه حس. ولی آهنگایی که خیلی مطرح شدن، آهنگای خوش آمدی بود، آهنگ ترک غربت، تنهاتر، آهنگایی بودن که من خیلی این در ور شنیدم که بیشتر تو دل مردم نشسته، شاید واسه شعر باشه، موزیک باشه، ملودی باشه، به هر صورت این آهنگا فکر کنم بیشتر مطرح شدن تو زمینه کاری من. بله بوده که رو صحنه کنسرت بودم، خب شعرم یادم رفته به خاطر اینکه یا فکرم رفته یا یه مسئله پیش اومده یا یک خلاصه میاد مغز شما شاید اون موقع به هر صورتی همه خواننده ها واسه شون پیش اومده، ولی من واسه من خودم پیش اومده و به هر صورتی سخته، ولی گذروندیم و همینجور زیر لبی چیزی گفتیم تا شعر بیاد تو خاطرمون یا شعر رو پیدا کنیم نگاه کنیم. پیش اومده واسم که شعر رو فراموش کنم. نه هیچ موقع آهنگ ساختم، یعنی آهنگ ملودی ساختم، من آهنگساز نیستم. آهنگساز به اون کسی که میگن که بیاد نوت بنویسه، بیاد یه کار اساسی بکنه، ما که تو اون سطح نیستیم، ما فقط یه بتونیم یه ملودی، خط ملودی قشنگی درست کنیم واسه خودمون، بعد بگیم به دوستامون این خط ملودی رو اضافه کن. ولی هیچ موقع ادعای نه آهنگسازی داشتم و نه بگم آهنگساز بودم، میتونم خط ملودی درست کنم واسه خودم. آهنگ لالایی برای مادر، خب من در آلبومام یه آلبوم دیگه هم واسه مادرم خونده بودم، البته اون دوران در قید حیات بودن ایشون. خب
بعد از اینکه خب غم از دست دادن مادر رو داشتم، این آهنگ رو دوست عزیزم عماد واسم خوند و من شاید نتونسته بودم بسیار بسیار گریه کنم، چون وقتی شما یه غمی، امیدوارم واسه کسی پیش نیاد ولی در راه همه هست این مسئله، ولی وقتی اون غمی که دارید و نمیتونید بیارید بیرون، شاید بشه یه حالت بغض بمونه، یعنی دیگه دوران زمان ساز و اینا که یه ساز یه زخمی بشنوی یه چیزی باشین تموم شده، این شما نمیتونید برگردید، یا باید برگردیم به عقب یا باید با همین روال ادامه بدیم ببینیم کجا میریم، چون موزیک در واقع تکنولوژی شده و موزیک اصلا کامپیوتری شده، شما چیزی به عنوان موزیک نمیشنوید که الان بیاد بیرون که بگی یک چیزی هست واو یه ارکسترا زدن اونجا چه وحشتناکه، یه بیت تق 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 یک کیکو و یه بیس کی بیس قشنگ در بیاد کیکر رو این کار بکن همین شده، این داستانی توش نیست که بگید به اون صورت، یا باید این زمینه اینا رو جمع کنید بیایید کامپیوتر رو بردارید موزیک رو با همون حالت موزیک خودش نواخته بشه که خیلی درد سر داره، سخته. من خودم دوست دارم به عنوان شخص خودم که موزیک برگرده به موزیک های زنده آکوستیک، نه این موزیک کامپیوتری که هی روز به روز هی ادامه دارید رفته تو مغز دیگه چیز دیگه جا نمیگیره اونجا، خب اگه همون آکوستیک بیاد رو اون آکوستیک با ساوند قشنگ و با این چیزا خیلی قشنگتر در میاد، ولی متاسفانه دیگه کار تنبلیه و راحت رو این کامپیوتر راحت میتونن هر کاری رو بسازن. با خواننده بین المللی یا با خواننده ایرانی با کدوم یکی بتونم؟ سوال سختیه، خیلی سخته. خب باید خودتو در اون چارچوب قرار بدیه بتونی با کی بخ، ولی خب آرزوه و خواستن توانستنه، بری دنبالش میشه، ولی همیشه تو فکرم بوده این کارو بکنم، ولی اون کسایی که دوست دارم اون کسایی که علاقه دارم بهشون بوده، خب چند نفر تو ذهنم هست که کسایی که تکسشون هم الان اومد، من خودم تو کسایی که دوست دارم باشون اگه یه دوئتی یا یه کار چیز بکنم همیشه تو فکرم، چون سبک موزیکش رو دوست دارم، یکی شکیرا بوده تو خواننده‌های خارجی، تو ایرانی خب دوست داشتم با آقای داریوش، دو تا سبک جدا از هم، شاید واسم تجربه‌ای باشه نمیدونم. موزیک، بازار موزیک رو اگه حساب کنیم بازار شلوغیه، دیگه اون تراوت و اون شادابی توش نیست، اون تشنگی رو نمیبینی وقتی کیفیت از بین بره و موزیک زیاد بشه و دست زیاد بشه و همیشه هی کار یه نواخت بیاد بیرون، اون احساس رو بهت نمیده. تصادف نکردم تو زندگیم یکی دو بار خیلی کوچیک و خوشبختانه چیزی نشد، فقط یک بار از یه یادم بچگیام پیکانم داشتم اومدم بیرون از پارکینگ یه موتور سوار اومد زد به گرگیرم یه معلق زد، گفتم وای وای، خوشبختانه دوتا معلق که زد سالم اومده پایین دوستمون، ولی خیلی خیلی ترسیدم در اون حالتم، خب اون عزیزی که ما زدیم بهش کمی حالش خوب بود، بلند شد گرم بود، منم خیلی هواشو داشتم و رفتیم نشستیم، گرگیر ماشین من که رفت مسئله نبود، موتور اون و حواسش به موتورش بود حواسی به خودش نبود. از نقطه نظری که بگیم بازار کنسرت بد شده به خاطر یکی وضعیت اقتصادیه، یکی خب همون که گفتم یک نواخت بودن کنسرت ها، البته در کشورهایی که مثل آمریکا و کانادا و اروپا باز بهتره، ولی دور ایران به خاطر مسائل
وضعیت سختیه که تو هموطنانمون واسه خارج شدن و مسائل ارزی و مسائل دلار و اینا خیلی گرون شده، نمیتونم بیام. ولی داستانم که بگین که یه نواخت بودن کنسرتام هست و که جایی که استفاده میکنن و اشباه بودن موزیکم هست که گوش مردم کمی پر شده، در واقع هم بگیم کمی گوش مردم رو خارجم کردن، این فالش در واقع بگیم. و این به نظر من تأثیرات منفی میذاره تو این کار و این بیزنس، که اون شادابی و اون اقتصادی که داره رو نتونه به خوب بچرخونه. کسایی که هستن، شما یه سوال از این کسایی که هستن، بارها بوده کنسرت گذاری خوبی نبودن، چه از نظر سابقه شون واسه کارهایی که کردن، ولی هنوز شما میپرسید از من که موفق هستن و کنسرت میذارن. بله، به خاطر خود خواننده هستن. خب این کامپیتیشنی که هست، خب خواننده ها اوکی میگن برنامه کمه یا مثلا یه سفره‌ای هست کوچیک‌تر شده، خب این سوء استفاده میکنن و میان به هر صورتی خواننده ها رو میکشونن اونجا و با احساسشون با همه یعنی اسمشون بازی میکنن. و خب تو این راه هم شاید به خوانندم اجحاف بشه، ولی اون آدما دیگه هستن، نمیتونه نمیشه کاریش کرد و به هر صورتی رنگ عوض میکنن، به هر صورتی برمیگردن، با زبون باشه، با فکر باشه، نمیدونم این آدما. 100% الان خب کنسرت ها شده یه طرفه. اولا خواننده هایی که از ایران راحت هم میتونن بیان، ما خیلی دوست داریم بیان، مشکلی نیست. و ولی آیا چه فرقی هست بین خواننده ای که این ور کشور داره زحمت میکشه با اون ور؟ اونم اهل اون مملکته و ولی اون میتونه همونجا بخونه بیاد این ورم کنسرتشو انجام میده و به بهترین نحو برمیگرده. خب ولی یک دوگانگی مختلف هست اینجا بین خواننده هایی که تو ایران راحت فعالیت میکنن و میان بیرون، خواننده هایی که قدیمی هستن و مردم هم بیشتر خیلی دوستشون دارن ولی حداقل نمیتونن برن ایران هم یه سر بزنن به خانواده هاشون. این مسئله ای هست که باید حل بشه، چون همه ما ایرانی هستیم، از اون خاک اومدیم بیرون و عاشق اونجا هستیم. چرا باید این زمینه نباشه که مردمی که دوست دارن خواننده هاشون رو نبینن اینا رو؟ خب این داستان مفصل و سر درازی داره، ما نمیتونیم توی این مسئله اینو حل کنیم، ولی خب تاثیرگذار این مسائلی که در مورد کنسرت ها گفتم. سوال بعدی بریم. سپاسگزارم از همتون، انشالله همیشه شاد و امیدوار و سرحال و سلامت باشید و ما بتونیم واسه شما بخونیم و یک خاطر ساز کوچیکی در زندگی شما باشیم. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم.